تو آخه فارمر بودم و باید به این پیگلینا بکنم. کامبتم بالا رفت جی جی. اه توی ویدیوام کامبتم توی ویدیو بالا رفت. سلام به دوستان خودم، حالتون چطوره؟ خوش اومد به پارت جدید از سری سکای بلاک. من تا امروز داشتم مشغول کارهای کامبتیم بودم و الان شما دارید کامبتی منو میبینید. خیلی خوش اومد به این ویدیو. امون فکرممون اینجا اسکای بلاک های پیکسله. نکته حائز اهمیت این هست که سابسکرایب کنید. این نکته حائز اهمیت، همیشه سابسکرایب بچه ها. واقعا اول پاتونو میذارید تو کانال من، سابسکرایب کنید، منم سابسکرایب میکنم و میریم توی ویدیو. توی این ویدیو قراره که من الان یکم گرایند که کردم، کامبتم شد تقریبا اگه اشتباه نکنم 15 و زمانی که 16، حالا 15 هم حالا دیگه حوصله‌ام نمیشه، خدا وکیلی خستم. حالا با همین چیزی که داریم، با همین کامبت 14ی که داریم، میخوایم بریم جزیره خودمون رو تغییرش بدیم و یه جزیره عجیب و غریب بسازیم. بچه‌ها واقعا باورتون نمیشه، منم باورم نمیشه، ولی باورم کنید، باورم کنید، اصلا جزیرهمون رو درست نکردیم و حالا میخوام توی این پارت بریم و خوشگلش کنیم که زمانی که بازدید کنندگان چی بهش میگن، راهیان نور چنل من میان توی اسکای بلاکم، لذت ببرن و قشنگ بگن واو چی ساختی تو، منم بگم که نوکرم مخلصیم و زر بزنم براشون. پس بریم ببینیم چه چیزایی نیاز داریم و چه کاری باید انجام بدیم. اول از همه کلیک میکنیم توی آیلند خودمون. اینجا اومدم یه چند تا چیز میز گذاشتم، خدا وکیلی خیلی چیش میگن فهم اسمش کاسمتیک خیلی باحالی بود. قشنگ اینجا اومد یه سیبیل بهم داد که اصلا سیس عجیب غریبیه. این فارمم تا یه جایش رفتم و یه نکته خیلی مهم که توی این ویدیو باید میگفتم، فارمر بوتسی رو که بهتون گفتم خیلی سخت گرفتنش و من باید خیلی برم جلو اینا، کالکشن 9 تکمیل کردم و فارمر بوتس رو میتونستم کرفت کنم و ساختمش و الان توی پامه. حالا میخوام تفاوت رو احساس کنید. الان نکنید این با فارمر بوتس من دارم میرم اینجوریه، سرعت نگاه کنید انگار اسپایدرمنم. حالا فارمر بوتس رو در میارم و به جاش یه دونه از آرمورهایی که قبلش داشتم که اینه رو میذارم. نگاه کنید تفاوت خودتون، شواف میخوام کنم که سرعت منو ببینید. نگاه کنید را نمیره، اصلا نیسان آبیه به خدا. نگاه، حالا اینو نگاه کن، تفاوت رو احساس کردین؟ منم احساسش کردم و دارم لذت میبرم. حالا جدا از اون، میریم سراغ ادامه کار خودمون. کوارتز رو گرفتم برای فارمم که اینجا بیام کلن فارمم و کوارتزی بسازمش و پیش ببرمش که این فارم طبقه جدیدشه. بچه الان بریم اینجا رو نشونتون بدم. اینجا این که همون فارمیه که بهتون گفتم تکمیلش میکنم، که تکمیلش هم کردم، ولی این دیگه فارم حرفه‌ای تریه و اکثر کسایی که پلی میدن اینجوری میسازن و منم اینو ساختم. حالا دوستش داشتم بوچ بوچ بهش و الان دیگه ندر کوارتزایی که مینیونی که گرفتم هم برای اسلات مینیونم بود، هم برای اینکه بتونم حالا ازش استفاده کنم و اینا رو باهاش بگیرم کرافت کنم. الان این چهار تا رو میذارم اینجا، یه چهار تایی برم من تو ویدیو بدونید دارم چقدر زحمت میکشم و شواف میکنم. بریم. لامصب خیلی فارم گیج کننده ایه، ولی فارم خوبیه. مثلا اینجاها باید یکم از این چی بهش میگم مایکل جکسون بازی در بیاره، یکم سخته ولی خب در سختی است که آدم میرینه رشد میکنه، رشد میکنه. و یه سری نکته های دیگه، شاید بگید اصلا برای چی ردستون ساختی، برای چی اومدی اینجا بلیز گذاشتی اینا. من اینو خب گذاشتم کلن ردستونو به خاطر این بود که بتونم ماشروم سوپا رو برای مغازه‌ای که خیلی شوقشو داشتین بسازم و راش بندازم کلن، که دیگه حالا بتونم سوپای زیادی بهتون بفروشم، یعنی حالا با قیمت پایین‌تر خدای پیکسل به ایرانی‌های های پیکسل. و این بلیزم خیلی سوال خوبیه هر کس که پرسیده که برای چی. خب ما گفتیم که توی کالکشنه، گفتیم تو کالکشن اندر پرل اینجا اسپکت آف دی اند رو داریم و این شمشیر رو من بگیرم بچه‌ها به همتون آش میدم خدا وکیلی، جدا دارم راست میگم. و این اسپکت آف دی اند، این اسپکت آف دی اند یه سری چیزا ازم میخواست، پشمام حالا که اینجوریش کرد. 16 تا اندر آف آی انچنتد آی آف اندر، اندر آف آی زدم. خب بلیز راد میخواد دیگه، بلیز میخواد که بتونی آی آف اندر بسازی. منم گفتم این اسپاونر رو بگیرم که یکی بهم دادش و دیگه کارم را افتاد، واقعا نذاش کارم لنگ بمونه.
الانم انچنتی رسپی دیگه گرفتم. ها ها شواف رسپی. ایول ایول، یه چیز خوبی هم که پیش اومد، الان این مینیونم لولش میتونه بره بالا، یعنی با 16 تا فلان میتونه بره بالا که الان میام کامل خالیش میکنم و لولش رو با هم میبریم بالا. اینم فکر کنم بتونم برم بالا، اینم ببرم. دعا کنید اسلات مینیون من به 10 برسه. واقعا همین الان پاسخ کن که دعا میکنم که اسلاتت به مینیون 10 برسه. ماشاءالله همه رو من انچنتد مانچنت کنم اینا رو. امیدوارم ولی فقط تمومش کنیم که میخوام برم قشنگ خفن بسازم این جزیره خودمو، یعنی برنامه ریختم برای این جزیره، میخوام آنچنان رونق اقتصادی توی این جزیره ایجاد کنم که اصلا دیگه کسی نیاد اینجا لنگ بمونه، همه بگن که واو اون پیشیم واقعا از زمانی که زندگیمون با جزیره تو آشنا شد دیگه تنم نمیخوره، چیز دیگه بزنم نمیمونه. ببینم میتونم توی این ویدیو سه تا مینیونم با هم ببرم بالا، اگه بره شاید خیلی نزدیک به اسلات جدید مینیون بشن، 10 تا بتونم بسازم، ببینیم چی میشه. خدایا خودت دیگه، ما جوونیم هوامون داشته باش. قبلش میخوام اینا رو اول درست کنم، چون این مینیونام انگاری که دارن میرن قاطی باقالیا و اوکی میشن. یه دونه آی آف اندر بسازم که انشالله بتونیم زودتر اینا هم لول آخر کنیم، اندرمنا اسپکت آف دی اند رو بگیریم. خدا وکیلی خیلی سخت و طاقت فرساست واقعا. اگه گرفتم باید یه مصاحبه کاری بذارم با سازنده کانال اسپکت آف دی اند آرمی، ببینم چی میشه. برگام مینیونام نمیدونن زده به سیم آخر تک تک مینیونام، الان انگاری که میتونم اسنو مینیونم ببرم لول آخر رو مکسش کنم، یعنی تایر ایکس وای میشه یکی سلطان شنون شدم، یکی سلطان برفای های پیکسل. واقعا اینه 64 تا ببینم، یکی هم اینجا بود، پشمام لول آخر شد، این مینیون برف خودم لول آخر شد. وای کریم کریم، واقعا دیگه بالاتر نمیری؟ نمیره. الان دیگه میتونم درآمدزایی کنم از مینیون برفم، دیگه اصلا نیاز نیست پس انداز کنم، فقط درآمدزایی، بعد فقط بزاییم درآمد. چستای من هنوز الان میبینم واقعا کمبود چست دارم، چست بلیزو ندارم برای وسایلش، چست خیلی چیزها رو ندارم. میام اینجا یه دونه الان با کرافتینگ تیبل میایم میسازیم برای خودمون چست که راحت بتونیم قشنگ وسایلمون رو بذاریم توی این چیز میزا که میخوایم. نه بابا با خدا چست آرمی خیلی گنگش بالاتر این صحبت هاست، یعنی واقعا آیتم فری میتونه تا چه مرزی بره برای خودش، فکر کنین مثلا میتونه قشنگ بفهمونه بهت که چی میخواید چی نمیخواید. لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدوم بدم؟ بلیزا میرن اینجا، ببینم تا چه حد میتونم دسته بندیشون کنم. اینم از این، همه رو دسته بندی کردم. واقعا میگن 100 دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته، همشون نشستن یه جا، ولی هنوزم اینونتوری من خالی نشد، بقیهشون رو باید بفروشم. خوب الان که بیشتر شد بازم حس میکنم میتونم اینونتوریمو خالی تر کنم، مثلا اینو میذارم برای زامبی ها، اینم زامبی ها دیگه نه، انگاری که اصلا نمیتونم، باید برم بفروشمشون. خیلی چیزایی که دستم بیشتر وسیله است، آیتمی نیست، بیشتر همشون وسیلن، بریم بفروشیمشون. آدم با این سرعت حس برتری داره بین های پیکسل، با اینکه حالا سرعت منم اونقدر بالا نیست. نوکرتم من به خدا، حالا دیگه قدرتو میدونم مشتی، نه باور کن جدی ببینم تو 86 که این بو من شواف بو هم کردم، حالا دیگه خودم تازه فهمیدم برای همین بعد شوافشو میکردم. تو همینجا عالیه، بریم توی آیلند. 6 تاش میشه 21k، 6 تا آی اف اندر انچنتد میشه 21k، بزنیم تو کار اندرمن خدایی. من نظرم پس میگیرم. چقدر مینیون ردستون زیاد میخواد، قشنگ 101 دیگه ازم میخواد، چه خبر؟ من 27 دارم، حالا نهایتاً تو چستم بزنم چند تا دارم، نهایتاً حالا مثلا 40 تا تو چستم داشته باشم، چه خبره؟ بابا شما دیگه خیلی لبه گردنید به قرآن، تو 41 میگم نمیشه، اصلا منطقی نیست این حرکت. پس فعلا اینو نمیتونیم لول آپش کنیم، این مینیونه ردستونمونو. ببینم این چیه داستانش، اینو یکم راه بیاتر. اوه انچنتد کوارتز بلاکم برامون باز کرد، مرسی ازت، واقعا دوستت دارم مشتی. کوارتز آرمی این چند تا میخواد؟ 22 تا، یکم منطقی تر. اینو بنده خدا هی باش بلاک میگرفتم لول آپش نکردم اصلا، میذارمش همینجا فعلا، این باقی مونده ها و پس مونده هاش رو تا بعدا ببینیم چی کارش میتونیم بکنیم. ببینیم یکم تغییرش بدیم، خوشگلش کنیم، ببینیم چی میشه. از خود زیارتگاه شروع میکنم، چون خیلی از بچه ها از اینجا میان گذر میکنن، گزینه بهتریه. قبل از هر چیزی نیاز به یه مقدار خیلی زیادی شیشه داریم، بعد بریم این شیشه ها رو بیارم من و سپس دیواره های چی بهش میگن زیارتگاه درست کنم همشو. چقدر زیاد آوردم، دو استک هم کافی بود. بریم همینا رو بخورش بدم،
بذارمش برای این دیواری چیز خوشگلی ازش در بیاد. خب بیا اینجا 49 تا هم دارم، بازم میذارم. بریم اینا رو بذاریم سر جاشون ببینم چی میشه. هم یه زیارتگاه خفنی بشه قشنگ مناسب برای مثلا تمام بازدید کنندگان. یه ورودی هم باید باشه دیگه، حالا ورودی هم نباشه یه جایی میذارم حتما که دوستانی که دوست داشتن صدقه بدن. صدقه. چقدرم جالب میشه ولی تصورش رو مثلا تو اسکای بلاک یه بخشی بذاریم، بعد هر کس که مثلا نداشت واقعا تازه شروع کرده بود من بیام اینجا بهش یه سری هدایا بدم. این ایونت ها رو حتما میتونم توی اسکای بلاک بذارم، خیلی باحال میشه. چند تا آماده شد؟ 3 تا. یک کمی میوایسیم تا آماده بشه بریم سراغ بقیه‌اش. باز زمانی که اینا آماده بشه دقیقاً برنامه پلنی که چیدم اینه که اینجا برای قرفه‌های خود بچه‌هایی که حالا مثلا میخوان بیان بفروشن و اینا مثلا میفروشن بهشون این قرفه‌ها رو، که حالا پول زیادی هم نمیخوام بذارم جاش، فقط میخوام که حالا فقط یه هزینه‌ای باشه که همینجوری بی خیال مغازه‌شون نباشن. اینجا میشه مغازه بچه‌ها، بعد میام سر نبش کوچه مغازه خودمو قشنگ دوری میسازم اوکی بشه، اونم مستقیم که دیگه میره سراغ زیارتگاه. اصلا نمند، عالی. چند تا شد اینا؟ تمومه، اصلا چیزی نمیخواد اینجا. اوکی پس الان فقط باید خوشگلش کنم و خفنش کنم. بذار یکم فکر کنم ببینم چه ایده‌ای به ذهنم میخوره. اینجاها یه سه تا در باید بیاد. فقط دوست قبلش ببینم که بلاک ندارم من. بلاک زرد میخوام. یه دونه از اینا با خودم میبرم. امیدوارم که بلاک زرد باشه. الهی به امید تو. اون بذارم برای ورودی قشنگ چیز خوشگلی بشه. بلاک زرد یا خدا ای گندت بزنم نیست. اینجا ولی شاید باشه ها. اینجا هم نیست. یه سر باید برم فلاور شاپ و سری بیام. یه دونه از اینا میخواد. قبلش بذار یکم در رو درست کنم اینجا رو قشنگ. یه در زیبایی بسازم برای بیس. ماشاءالله سه تا. یکی اینجا، یکی هم اینجا. اوه مای گاد، عالی شد. فقط دیزاین کامل داخلش میمونه. بعدش شاید پارت بعدی برم مغازه‌مو بسازم که دیگه آماده به کار باشم. قشنگ یه ماشروم سوپا و اینا رو چیزایی که اینجا دارم ببینم هستن. چیزایی که دارم و همه رو میذارم اینجا. اینا آره وسایلشون همه آمادن، فقط اون فضاش باید مهیا باشه. شاید فارمر بوتس هم فروختم. فارمر بوتس خیلی قیمتش زیاده و شاید 300-400 کی باشه. به بچه ها قسطی میفروشم، خیلی باحال میشه. واقعا باورم نمیشه بعد این مسیر رو برای یه سه تا گل زرد بیام. این چه برابریه واقعا. آقای فردوسی پور چه رسیدگی نمیکنی شما. بس بیام اینجا، همینجا میگیرم و برم. دو سه تا بیشتر من نمیخوام. یک چند تا میخوام. آه گل قشنگ منتظر ما، میگه گلا رو بگیر برو. تموم شد رفت. اینو میگیرم. خب اینو ساختیم ما. الان میام اینجا گلا رو میذاریم اینجا و کنارش پشمای زرد. چند تا شد؟ 12 تا. عالیه. میام یکی میذارم اینجا ببینیم امامزاده چطور شد. اینم اینجا وایس. اینو میذارم اینجا. نه این دیگه یکم خز شد، این حرکت خزیه. آره خدا وکیلی بهتره. فقط موضوعی که پیش میاد اینجا هم باید نارنجی بذارم. میدونم تو چست پایینم فکر کنم نارنجی داشتم. اینو بردارم. ایناش 54 تا ماشاءالله. قابل قبوله. خدا وکیلی عالی نمیگم ولی قابل قبوله. اینجا دو تا شیشه میذارم حداقل باشه، مشخص باشه اینجا یه پشتیش بیماست، اینجا یه چیزایی هست بالاخره. از دور که به این فضا مینگرم اصلا یه حس غریبی داره. خیلی خوب شد الان و همه چیش اوکی شد. فقط میمونه کارهای دیزاینیش که دیگه بعدش بریم سراغ مغازه خودمون که فکر نکنم تو این پارت بریم، ولی خب همین که حالا اینو کامل تکمیل کنیم خوبه. اینجا میخوام گیت ورودیش باشه، مثلا یه جاش بره برای دستشویی یا یه جاش بره برای حالا کمک به افراد کم درآمد های پیکسل، یه جاش هم دیگه عادی میره تو گیونی. الان اوکی شد. اینجا برای اون بخشیه که گفتم، فقط باید چستا و این داستاناشو بذارم که منشی قشنگ بتونه پرداخت کنه و چیز میزاشو بگیره. اینم میذارم اینجا، یکی هم اینجا، یه فنس هم وسطش چیز خوبی میشه. بریم انجامش بدیم. اوه ببین چی شد. اومدم اینجا چست گذاشتم، دو تا نورم اینجا قشنگ میتابه به فضا. منشی هم اینجا میاد میگه حالا من فلان این صحبتا رو میکنه. بله بفرمایید داخل. میره داخل و درست میشه دیگه. آره همه چیش اوکیه. فقط اینجا حس میکنم یکم راهروش کم داره. آیتم فریمو از این حرکتو باید بزنم روش، بذاریم آیتم فریمو این داستانا رو بسازیم. پینتینگ منظورم بود، ببخشید. خب گایز من اومدم اینجا، یه چند تا وسیله جمع کردم. میخوام اینجا یه لوستر بسازم، میخوام خوشگلش کنم اینجا رو قشنگ، چون خیلی نوره هم بالا هم پایین هر دو طرف کمه. حالا میام اینجا یه لوستر با ابتکار خودم میسازم، لوستر اتوماتیک. دیده بودید خدایی. یه دونه نور میذارم اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یکی دیگه هم اینجا.
الان نمای خوبی گرفت، ولی بازم از این لوسترا میخواد. از اونجایی که نمیتونم یه لوستر خیلی بزرگ و خفن بسازم، مجبورم که اینجوری پیش برم. از این تموم شد و رفت. یکی دیگه هم بیاد اینجا دیگه قشنگ کارو تموم میکنه. یکی همینجا دقیقاً، آره اینجا. لوستر سومی هم در حال ساخت. حالا میام اینجا. اینا رو همه رو میذارم. اینم چی میشه؟ دیگه مطمئناً چیز خوبی میشه. آره. الان یکم حال وای، خیلی حالت زیارتگاه گرفت. عالی شد. قشنگ دو طرفش هم وسط و قرینه و این داستانا رعایت شد. ولی بازم نورش کمه. باید اینجاها بیام یه سری حرکت‌ها بزنم، چون کسایی که دور میزنن خب باید قشنگ همه چیز داشته باشن اینجا. قبل از اینکه اینجا رو تکمیل کنیم، بذارین انبارم قشنگ چیز خوشگلی کنم. حالا خود فازش رو بگیره. از اینجا میاد، عالیه. انبارم اوکی شد. فنس رو دارم. اوه مای گاش، ندارم. یکی بذار بسازم سری. اینم میاد اینجا. یه دونه نورم باید اینجا بیاد. واو، پایین اگه بیاد خیلی بهتره. مثلا طرف میره داخل، انگار داره میره داخل غار، در صورتی که داره میره داخل انباری. فقط این راه رو یکم مونده که واقعا مغزم درگیرشه، ولی خب کاریش نمیشه کرد به جز نور گذاشتن و یه چند تا تابلو گذاشتن که فعلا اینجا رو میرم. اگه پیشنهاد دارین حتما بهم بگین. همین الان تو پاسخ خب من چی کنم؟ من دیگه حال ادامه دادن ندارم. سیستم نوریشو کامل اوکی کردم. الان فقط بعد تابلو بذاریم. مثلا بین اینا میام قشنگ تابلو میذارم. دوباره بین این چه قشنگ چی بهش میگن، خدای قرین. نه تو یکی بد باشه اینجا. بابا عجب خری هستی تو. یه دونه، کلا یه دونه داداش. بابا یه دونه، به قرآن یه دونه. آها اوکی شد. اینجا هم همینجوری باید بیام بذارم تا انتها. بذارم دوباره یکی دیگه پس بسازم. به حالا وقتش راه روی جنجالی خودم رو به رخ شما بکشم و ببینیدش. از اینجا که طرف میاد، اینجا حالا بازم یکم تاریکه، ولی پارتای بعدی حالا بعدش که میخوایم بریم سراغ مغازه، قبلش میام اینو اوکی میکنیم. و اینجا که مستقیم میای کامل حالت قشنگ اصلا نمو، هم زیارتگاه هم نمایشگاه، چیز عجیب غریبیه. داخل یکم نور پردازی میخواد دیگه، بقیهش تکمیل میشه. پارت بعدی میرسیم بهش مطمئنم و اوکی میشه حتما، هم اینجا هم اون مغازه بخشیش. مرسی که ویدیو رو دیدید. دم تک تکتون گرم. پاسخ کنید مغازه هایپیکسل آرمی، ببینیم چه خواهیم کرد. و امیدوارم فقط که بتونیم تا پارت بعدی مغازه رو افتتاحش کنیم که دیگه شروع به خرید و فروش کنم و اسپکت آف دی اند و این داستانام فراموشتون نشه. اسپکت آف دی اند آرمی رو فراموش نکنید. ممنونم، خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. اینجا اسکای بلاک هایپیکسل. و تا پارت دیگر و اپیزود دیگر، بدرود دوستان خودم.